عین اول در بیان جوامع اطوار شریعت. از این سه عین، این عین اول هست که البته مواردی از آن جدا خواهد شد و بحث در مورد شریعت است. بحث عین دوم در مورد طریقت است و مباحث عین سوم در مورد حقیقت است. عین اول در بیان جوامع اطوار شریعت. جوامع آنچه جمع جامعه هست، آنچه جمع می کند. اطوار یعنی طور، حرکت و مبنا و سیرورتی که در یک حرکت عرفانی یا در یک حرکت شریعت انجام می شود. در بیان حقایق اطوار شرع مبین و دین متین و رحیق تحقیق. این عین که یشرب به المقربون صفت آن است، از هفت نهر به واردان موارد ارادت روی نماید. فهذه العین منهل اسرار الابرار و یک جنات تجری من تحت هل انهار. خب میفرماید که برای اینکه انسانی در راه حقیقت قرار بگیرد، یک عارف به منتها درجه عشق و عرفان برسد، البته ناگزیر است که از این سه وادی گذر کند. وادی اول وادی شرع مبین است، شریعت است. بنابراین از نظر عرفان اصیل اسلامی اولین قدم و اولین شروعی که هست از شرع مقدس شروع می شود. شرعی که به واسطه پیامبر عظیم الشأن و اولیای گرامی و حضرات ائمه معصومین علیهم السلام به ما آمده است و ما موظفیم که اولین قدممان اطاعت از فرامین شرع مقدس باشد. اگر برخی این اشتباه بزرگ رو مرتکب شوند و عرفان بدون مذهب رو اختیار کنند یا اساسی برای عرفان آنها غیر از مذهب چیز دیگری باشد، البته این رو دانشمندان عرفان اصیل نخواهند دانست و این عرفان اصیل نیست و شاید بتوان گفت عرفان نیست. چرا که اگر شریعت رو از عرفان کم کنیم، واقعا یک رکن از سه رکن اصلی عرفان کم خواهد بود. این شریعت هم اطواری دارد، حالاتی دارد، مقاماتی دارد، مقدماتی دارد و این رو میبایست که یک کسی که وارد میشود در این امر بایستی اول با اطاعت مطلق از شرع انور، از پیامبر اسلام و اولیای گرامی، بعد از آن تازه بتواند به مراحل دیگر دست پیدا کند. در بیان حقایق اطوار شرع مبین. شرع مبین است. مبین یعنی آشکار کننده و چیزی که دیگر اثرات تفکری رو آشکار می سازد. و دین متین، دینی که استوار است و مستحکم است و پایه های آن بر نهاد حقیقت کامل نهاده شده است. و رحیق تحقیق. رحیق شراب سرخ رو میگن و رحیق تحقیق یعنی شرابی که انسان نهایتاً بتواند به حقیقت برسد. این عین که یشرب و به المقربون صفت آن است. عین شریعت همان یشرب و به المقربون، می نوشد از آن مقربان، آن کاسه و آن کأسی که به هر کسی نمی دهند و هر کس آن زلال حقیقی رو نمی آشامد و البته توان آشامیدن رو هم ندارد. چنانچه هر کودکی نمی تواند آن جام سهمگین عاشقان و بستان راه حقیقت رو سر کشد و البته دور خواهد بود.
یشرب به المقربون آیه است که تکیه از آیه است که آورده است. این عین که یشرب به المقربون صفت آن است، از هفت نهر به واردان موارد ارادت روی نماید. وارد در لفظ اصلی، در لفظ عربی ما وارد میگیم فلان کس وارد شد. این رو ما به هر ورودی میگوییم و ورود رو در حقیقت این میدانیم که کسی به جایی از لحاظ عرفی وارد شود. اما ورود معنای خاصی دارد. ورود در حقیقت آمدن حیوانات به آبشخور آنان است. در اصل ورود و وارد شدن آمدن حیوانات به آبشخور آنها است. شما حتما دیده اید وقتی که گوسفندان و حیوانات اهلی دیگر می روند، وقتی به آب می رسند با چه ولعی و با چه شوری بعد از اینکه چرا کرده اند، با شور عظیمی حمله می کنند و البته خیلی مؤدب‌تر از انسان‌ها به صف می‌ایستند و آنجا شروع می‌کنند و آب می‌خورند. اما این همان مورد است و موارد یعنی موردها، یعنی جایگاه‌هایی که از آنجا به آبش خور وارد می‌شدند و آبی که آمده است و حیوانات تشنه از آن استفاده می‌کنند. این کم کم وسعت پیدا کرده معنی این، و این در مورد سایر حیوانات و انسان هم به کار رفته است. و این که مشرب یعنی محل شرب، محل نوشیدن، و منحل هم به همین معناست، و جایی که مشرب و منحل با هم تفاوتی دارد که منحل یک مقدار محدودتر است و اشخاص کمی رو به آنجا اجازه میدهند. به خاطر همین منحل از ابرار گفت، یعنی هر ابرار که صفت برتری است نسبت به سایرین، آنان که نیکوکارند، اینها به مناهل و منحل، آبشخورهای خاصی که برای اینها تعبیه شده است و هر کسی نمیتواند وارد این نهرها شود. منظورش این است که ما که این بحث رو کل کتاب لب لباب مثنوی در سه عین است، عین شریعت، عین طریقت و عین حقیقت. می‌فرماید که این عین شریعت به هفت قسمت خواهد بود و هفت نهر به واردان موارد ارادت روی نماید. کسانی که ارادت دارند به راه حضرت حق، اینان از این هفت وادی وارد می‌شوند که ما انشاءالله امروز یکی از این نهرها، نهر اول رو خواهیم خوند و جلسات بعد نهرهای دوم و سوم تا نهر هفتم رو بررسی خواهیم کرد. فهذه العین، پس این عین، این عین اول که در مورد شرایط شریعت است، منحل اسرار ابرار است. یعنی نیکوکاران سرهایی دارن که اینجا میتوان به واسطه به این سرها راه پیدا کرد. یعنی ما الان این هفت سر رو اینجا خواهیم خواند و این هفت سر رو بر ما گشاده خواهد کرد. و هیه که جنات تجری من تحت الانهار، و این مانند جناتی است که تجری من تحت الانهار، که از زیر آن نهرها روان است، که البته همه میدانیم و در قرآن بسیار خوانده ایم. چون بنای ما بر اختصار و سرعت هست، از این جهت ما می توانستیم در همین مقدمه این جلسه رو واقعا شرح کنیم، ولی چون بنا این است که سریع‌تر پیش برویم تا به مکان‌ها و موارد خیلی زیباتری هم هست در آینده برسیم، سریع‌تر حرکت می‌کنیم. نهر اول در بیان ایمان و شهادت. خب اول می‌گوید ایمان یعنی چه و شهادت یعنی چه. آیا آن ایمانی که ما در ذهنمان هست، آیا همان ایمان است؟ آیا این شهادتی که هست، یعنی شهادت، این ما دو تا شهادت داریم دیگه، یکی میگوییم که اشهد ان لا اله الا الله، یکی هم میگوییم که اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله علیه. اکنون این دو شهادت چگونه است؟ اسرار این دو شهادت رو در عرفان به ما خواهد گفت و تا حد امکان ما در اینجا این اسرار شهادت و گواهی دادن و البته اسرار ایمان رو
تا حدی که قابل گفتن باشد اینجا خواهد گفت. در بیان ایمان و شهادت و تحقیق عبادت، تحقیق عبادت یعنی حقیقت عبادت چیست؟ ما عبادت رو بدانیم که حقیقتاً چیست و سبیل و سلسبیل لطائف. سلسبیل که نهریست از نهرهای بهشتی همه میدانید و در قرآن هم آمده است. لطائف لطیفه های خاص عرفانی که دیگر این سلسبیل در حقیقت سلسبیل عشق و عرفان است و سلسبیل جنات تجری من تحت هل انهار است. این نهر به سه رشحه تسکین قله متعطشان بوادی طلب میدهد. خب به سه رشحه، خب آمده اول عین یعنی چشمه بزرگ، بعد آمد نهر، نهر چشمه‌ای که از دقیقت آبشخوری که از عین جدا میشود و کوچکتر از آن است نهر، و نهر هم یک شریطه هایی جدا میشود به نام رشحه. پس کلش عین است، یک رودخانه رو عین بهش میگن یا چشمه میگن. از این چند نهر جدا میشود و از هر کدام از این نهرها یک رشحه، رشحه یعنی باهای حتی، یعنی تری نمناکی و در حقیقت یک آب باریکه‌ای که از آن به وجود می آید. هر کدام از اینها رو با در شعب مختلف خود بررسی می کند که رشه تسکین قله متعطشان. قله یک غله داریم، غله که به معنای اضطراب و بیقراری است، غلغش که میگن یا غلغش که گفته می شود همین است. یک غله هم هست که شما می دانید که غله دقیقت غلات اربعه هست و اینهایی که استفاده می کنیم و می خوریم، ولی این غله هست. غله به معنای کوزه کوچکی که سرش تنگ باشد. قدما اینها رو در کنار خود می داشتند و حتی افرادی به عنوان جمع‌آوری پول از آن استفاده می کردند. دورگردها پولهای که بوده، سکه هایی که بوده است، آنها را در داخل اینها می انداختند و بهش می گفتن قله. و کوزه کوچکی که سرش تنگ باشه و آب به راحتی اگر افتاد نریزد به این میگن قله. و گفتن که آنهایی که تمغارچی بودند و مالیات بگیر بودند اینها از اینها استفاده میکردن. میگوید قله متعطشان، متعطش کسی که عطشناک شده است، کسی که او را عطش کردن، نه اینکه خودش عطشان باشد. آن عشق بر وجود او سرایت کرده است و او را عطشناک کرده است. بوادی جمع بادیه هست، بادیه یعنی صحرا، صحرای گشاده در برابر وادی، که وادی صحرای کوچک، وادی آنجا رو میگن که در بین دو کوه باشد، مسیر و سیلگاه رو میگویند وادی. ولی بادیه جایی که کوه و چیزی نباشد و بسیار روشن و گشاده باشد و وسعت زیاد داشته باشد. بوادی جمع بادیه هست، که خود مولانا هم شعری دارد، آن یکی شیریست اندر بادیه و آن یکی شیریست اندر بادیه. این یکی شیریست کادم میخورد و آن یکی شیریست کادم میخورد. خب اینجا آمده یک به هر حال چیز جالبی آورده، میگه آن یکی شیریست اندر بادیه. یک بادیه به معنای صحرا هست، یک بادیه به معنای ظرفی که در آن شیر میریختند. آن یکی شیریست یعنی شیر خوردنی، شیر حیواناتی که مثلا شیر گاوی که انسان میخورد. آن یکی شیریست اندر بادیه، شیر در بادیه یعنی در آن ظرفی که ظرف شیر هست. آن یکی شیریست اندر بادیه، آن یکی شیریست، آن شیر شیر غران است و شیر مفترس است و شیریست که به قول منطقیون شیریست که دهانش بوی بد میدهد. منطقیون مثلا این رو به عنوان صفات خاص شیر، حال چگونه بو کردن من نمیدانم، ولی منطقیون از اول گفتن این رو به عنوان یکی از صفات شیر گفتن.
این که این آن یکی شیریست اندر بادیه، آن یکی هم شیریست در بادیه و در بیشه‌زار. این یکی شیریست که آدم میخورد، این شیر رو آدم ها میخورن به مان شیر. آن یکی شیریست که آدم میخورد، اون شیر هم آدم ها رو میخوره، آدم ها این شیر رو میخورن و اونها هم آن شیر. رشته اول در بیان ایمان و حقیقت آن. ایمان تصدیق به اعتقاد بود. ایمان یعنی چه؟ یعنی تصدیق، اعتقادش رو تصدیق کند. تصدیق یعنی صدق ورزیدن، یعنی صادق بودن رو نشان دادن. تصدیق، ما یک تصور داریم، یک تصدیق داریم. تصور چیست؟ تصور آن است که هر شکلی که مرتسم و منتقش در ذهن ما هست ما به اون تصور میگوییم. هر چیزی در ذهن ما انتقاش پیدا میکند و ارتسام ذهنیه پیدا میکند، ولی و ما هیچ قضاوتی در مورد آن نمیکنیم. مانند لفظ آب که ما هیچ قضاوت نداریم، ولی صورت مرتسمه و منتقشه‌ای در ذهن ما دارد. وقتی که ما بگویند آب، همه ما چیزی به نام آب رو میشناسیم، با اینکه وقتی فکر میکنیم نه فرد ما میشود نه گرم ما، مانند آتش که وقتی فکر آتش رو میکنیم در مغز ما شعله ای پدید نمی آید، اما دقیقا میدانیم که آتش چیست. همچنان وقتی ما به دریا میگوییم در دریا غرق نمیشویم، ولی میدانیم که دریا چیست. دقیقا این همان تصور است. در برابر تصدیق است. تصدیق یعنی یک قضیه‌ای که احتمال صدق و کذب آن برود. و ما میگوییم مثلا آب مایع است، آب بی رنگ است، آب بی بو است. اینها تصدیقاتی است که در مورد این لفظ آب داریم. در مورد همه اینها، همه مسائل چنین است. بنابراین ایمان تصدیق است. تصدیقی است که به اعتقاد است و اعتقاد رو ما تصدیق می‌کنیم و تحقیق به اجتهاد و به حقیقت رسیدن به وسیله اجتهاد، جهد و تلاش و کوشش. و چون سالک به اعتقاد تصدیق کند و در اجتهاد تحقیق نماید، مؤمن حقیقی باشد. چه کسی مؤمن حقیقی است از نظر عرفان؟ کسی که به اعتقادش رو تصدیق کند و اون عقیده‌ای که دارد او رو به صدقش گواهی بدهد و شهادت دهد به عقیده خود، که همان شهادتین است، دو شهادتی که عرض کردم، و در اجتهاد تحقیق نماید. و اجتهاد یعنی تلاش و کوششی که انسان برای رسیدن به یک امری انجام میدهد. اون مؤمن حقیقیه. و نزد محققان ایمان دو نوع است، تقلیدی و تحقیقی. محققان گفتن که ایمان دو گونه است، تقلیدی و تحقیقی. خب ایمان تقلیدی مثل ایمان من و امثال بنده است، و ایمانی که فقط دیده ایم، چون دیگران ایمان آوردن ما هم تقلید کرده ایم. و البته این بسیار بد است و کاملا بایستی از این ایمان تقلیدی برحذر بود. حتی حرام دانستند، حتی فقها و دیگران حرام دانستند تقلید در اصول دین رو، حرام دانستند. چون فلانی میگوید خدا هست پس خدا هست، چون فلانی میگوید پیغمبر هست پس هست، چون فلانی میگوید قرآن کتاب خداست پس هست، نه. اینها رو بایستی با تحقیق، با دلیل و با استدلال به دست آورد. اینجا کسی حق تقلید ندارد. تقلید اینجا حرام است. این که معاد است، قیامتی وجود دارد، این رو باید تحقیق کرد. اگر کسی تقلید کند این حرام است و اصلا این ایمانش ایمان صحیحی نیست. بایستی واقعا در درون او به این گواهی برسد. و تقلید البته اینجا جای هیچ دفاعی ندارد. اما ایمان اگر تحقیقی باشد دو گونه خواهد بود. یا ایمان تحقیقی که بر اساس تحقیق رفته تحقیق کرده که خدا هست، معاد هست، نبوت هست، امامت هست، عدل هست، اینها رو این رفته به تحقیق کرده است. این یا استدلالی به اینجا رسیده یا کشفی و شهودی است. اگر استدلالی باشد که هیچ، استدلال داریم که برهان‌های متفاوتی است که بر اثبات وجود خدا، بر اثبات نبوت، بر اکنون مع الاسف نسل جوان ما از این استدلال‌ها بی بهره اند و
با یکی دو تا شبهه کوچک در فضای مجازی اینها زود از هم میپاشند و فکر میکنند که بعد پس این که میگوید مثلا هیچ دلیلی در پشت آن نیست، ادله بسیار بسیار مستحکمی در پشت اثباتهای نبوت و امامت و معاد و توحید وجود دارد. و چون جوانان ما غالبا از اینها بی اطلاعن، تصور میکنند که بعد حالا همچنین میتوان اینها رو پذیرفت. استدلال های بسیار قوی از ابن سینا و فارابی و سهروردی و حکیم صدرا تا زمان معاصر ما، سبزواری و طوسی و اینها، همه اینها استدلال های بسیار مستحکمی قرار دادن که هیچ کس هم نتوانسته در برابر آنها قیام کند. و استدلال هایی که ابن سینا هزار سال پیش آورده است در مورد اثبات وجود خدا، اثبات نبوت، تا حال کسی در هیچ جا نتوانست اونها رو نقض کند. هنوز استدلال هزار سال پیش ابن سینا پابرجا هست و هنوز کسی نتوانست اونها رو منفعل کند و از هرگز انتفاع خارج کند. اما مع الاسف چون اطلاعات جوانان ما اندک است، از این جهت با یک شبهه کوچکی اینها بر خود می‌لرزند و تصور می‌کنند چه اتفاقی افتاده است. خب یا استدلال یا کشفی. خب ممکن انسان با استدلال به خدا برسد، ممکن است با کشف و شهود به خدا برسد، این دیگر از آن هم بالاتر است. و عرفا راهی رو که انتخاب می‌کنند راه کشفی بهتر از راه استدلالی است. و هر یک از این قسمین آخرین، یعنی این دو قسم، یعنی استدلالی و کشفی، اگر بر سرحد علم واقع است آن را علم الیقین گویند. خب یا استدلال است یا کشف است. اگر اینها بر اساس علمی است اون را علم میگویند، علم الیقین میگویند. شما مستحضرید ما سه واژه داریم که همه با آن آشنا هستند: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، که در قرآن هم آمده است. من فرصت ندارم آیاتش رو بخونم و بیشتر توضیح بدم، به صورت بسیار اجمالی عرض میکنم که علم الیقین آن است که انسان ببیند، بداند و انسان نسبت به آن علم و اطلاع داشته باشد. عین الیقین آن است که انسان ببیند. و حق الیقین آن است که در اصل او و محاق واقع امر رو کاملا بتواند درک کند. آتش رو مثال بزنیم. کسی آتش رو ندیده است ولی نسبت به آتش علم دارد. وقتی به او میگوییم آتش، میفهمد که آتش یعنی چه. اینو بهش میگیم علم الیقین. آتش رو به او بگوییم عناصرش رو میگوید و چگونه این آتش افروخته میشود، این چگونه میسوزاند، چه صفاتی دارد. این رو بهش میگیم علم الیقین. هرگاه این آمد به آتش رو در مرعا و منظر خود دید، بهش میگن عین الیقین، یعنی با عین، با چشم خود یقین کرد و دید که آتش است. چون خیلی چیزهایی که ما بهش علم داریم ممکن است عیناً نبینیم، بنابراین تا شنیدن کی بود مانند دیدن هست. ما تا زمان که چیزی رو نبینیم غالبا نمیپذیریم. عین الیقین این است که انسان آتش رو ببیند. حق الیقین چیست؟ این است که دستی در آتش رو باید دستش بسوزد، حقیقتاً بفهمد که یقین کند که بله این آتش واقعاً سوزاننده است و آنچه که در اوصاف او گفتن درست است. همچنین است در سایر موارد. دین هم، خداوند همچنین است. خدا رو ما بهش علم داریم یا نداریم، خدا رو میشناسیم، میدانیم خدا واجد چه صفاتی است، چگونه است. اگر ما خدا رو ببینیم که عین الیقین است و اگر فنای فالله بشیم و باقی بالله بشیم، بقای بالله پیدا کنیم، آن وقت دیگر حق الیقین است که این روشن است. در مورد همه همچنین است. مثلا در مورد جهنم الان خیلی شک میکنه آیا جهنمی وجود دارد یا ندارد، بهشتی هست یا نیست. خب انسان اکنون نسبت بهشت فقط تصوری دارد. این بهشت علمی به بهشت دارد. اگر این تبدیل به عین یقین بشود، عین بهشت، بهشت رو ببیند به چشمان خود، وقتی رفت و دید آنجا میفهمد و وقتی از لذاتش متنعم شد، آن وقت دقیقاً به حق و یقین خواهد رسید.
و اگر از آن حد تجاوز کرد یا عینی باشد یا حقی، اولی را عین الیقین خوانند، ثانی را حق الیقین که عبارت است از شهود ذاتی. حق الیقین همون شهود ذاتی، یعنی ذات اون مسئله و شهود بکنه اون ذات اصلیه رو. و اینجا سخن در آن است که ایمان باید که از پایه تقلید به سرحد تحقیق نزول فرماید. ایمان بایستی از پایه تحقیق رها شود و به پایه از تقلید رها شود به تحقیق برسد، و اگر به مرتبه کشف نرسد باری در مقام استدلال در نماند. اگر هم به کشف و شهود نرسید که این اعلی مرتبه سالکان است، لااقل بتواند چند استدلال در مورد اصول دین خود داشته باشد تا موجب نجات و سبب رفع درجات گردد، درجاتش بالا بره. و الا به مجرد قول بی عمل کار بر نیاید که یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. میگوید بدون عمل اینها هیچ فایده ندارد، چرا که قرآن فرمود که میگویند، اینجا به السنتهم نوشته ولی در قرآن به افواههم هست، بنابراین من این رو از پیش خودم تصحیح کردم این نوشته این کتاب رو. و یقودون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. السنه همان افواه هست، ولی چون در قرآن السنه یعنی زبانهایشان، اینجا افواه یعنی دهنهایشان، و چون این لفظ قرآن نیست ما این رو خوندیم. آنچه که در قلبشان نیست در افواهشان میگوین. یقول قدس سره، میفرماید حضرت مولانا که جای سر یعنی جایگاه، جایگاه و در حقیقت محل آرامش او مقدس باد. من بعضی وقتا شاید جور دیگه ای بخوانم به خاطر عدم وقت، این رو دوستان میتوانن که یا تصحیح کنن یا در کنار نسخهشون بنویسن که این نسخه اغلاط زیادی دارد. ذات ایمان نعمت و لوتیست هو، ای قناعت کرده از ایمان به قول. نعمت لوت یعنی لقمه چرب و نرم بسیار خوب، هول هم یعنی بسیار بزرگ عظیم. ذات ایمان نعمت و لوتیست هو، ای قناعت کرده از ایمان به قول. گرچه آن متعوم جان است و نظر، این متمون مشته که متعوم درسته، از طعم چشیده، متعوم جان یعنی جان انسان و روح انسان اون رو طعمش رو می چشد و می خورد. گرچه آن متعوم جان است و نظر، همان با تای مؤلفه هست، جسم را همزان ریاض است و صور. ریاض یعنی جنت ها و بهشت ها و صورت هایی که الان اینجا عرض کردم. در نسخه دیگر چنین است، گرچه آن متعوم جان است و نظر، جسم را همزان نصیب است ای پسر. گر نگشتی دیو جسمان را اکول، اسلمش شیطان نفرمودی رسول. دیو از آن لوتی که مرده هی شود، تا نیاش آمد مسلمان کی شود. خب می فرماید که اگر دیو جسم آن رو اکول، اکول یعنی بسیار خورنده، اکل یعنی خورد، آکل خورنده، اکول کسی که بسیار می خورد، زیاد خورد. اگر مولانا جسم رو به دیو تشبیه کرده، به جن تشبیه کرده، گر نگشتی دیو جسمان را اکول، اسلمش شیطان نفرمودی رسول. خب پیغمبر فرمایش دارد به نام اصلاً از شیطانو بیدی. اومدن گفتن یا رسول الله، شیطان ما رو خیلی خوب و سریع فریب میدهد، آیا شما رو فریب نمیدهد؟ پیغمبر فرمود اصلاً از شیطان بیدی، شیطان به دست من اسلام آورده است، شیطان من به وسیله من مسلمان شده است، بنابراین با من کاری نمیتواند بکند. این که یعنی خب جن دیو همان جن، ممکن است که بگوییم که جنی که کافر بوده است او به واسطه پیامبر اسلام آورده است، اصلا از شیطانو بیدی. دیو از آن لوتی که مرده هی، لوت همان لقمه و غذای بسیار
خوب. دیو از آن لوتی که مرده حی شود، قضایی که مرده زنده می شود به واسطه آن، تا نیاش آمد مسلمان کی شود. خب پیغمبر چگونه آمده است و گفته از اسلم از شیطان و بیدی شیطان من به دست من مسلمان شده است؟ چگونه این رو گفته است؟ مگر می شد همین گونه در حقیقت مسلمان شد؟ پیغمبر لوتی و لقمه ای و عنایتی از خود به او داده است که این موجب شده است تا بتواند او مسلمان شود. دیو بر دنیاست عاشق کور و کر، عشق را عشقی دگر برد مگر. این هم خیلی چیز جالبیه و مهمه. میگه دیو بر کل قصه این هست که این رو از بیرون عرض بکنم بعد اشعارش رو بکنم. مولانا میگوید که پیغمبر فرمود اصلا شیطانو بیادی. چرا این گونه فرمود؟ میگوید که این شیطان چرا کافر بود؟ به چیزی عاشق کفر بود. چگونه شد که عاشق ایمان شد؟ ما چرا عاشق بدی هستیم و عاشق نیکی نیستیم؟ چون کسی که عاشق بدی هست از بدی چیزی دیده است که عاشق او شده است. اگر این شخص از خوبی این چیز خوب رو میدید عاشق خوبی میشد. پس معلوم است که خوبها نمیتوانند عشق ایجاد کنند در جان مردم. همه اینهای کافر شده اند تقصیرش به گردن مؤمنین است. همه کسانی که در این جهان کار بد میکنند تقصیرش به عهده خوبان هست. چرا؟ چرا که عشق خوبی رو در اینها به وجود نیاورده اند و نتوانستن اینها رو عاشق خوبی کنند. وگرنه انسان که فطرتش الهی است و میتواند به سمت ایمان برود. مولانا میفرماید که پیغمبر توانست این رو بدهد. حتی شیطانی که آمده پیغمبر رو فریب دهد او رو مسلمان کرده است. پس ما هر کدام میتوانیم چنین کنیم، یعنی شیطان نفس خودمون رو مؤمن کنیم و از شر او در امن باشیم. بعد بحث خیلی زیبایی گفته، عشق را عشقی دیگر برد مگر. این میشه روش واقعا حداقل یک ساعت سخن گفت. عشق را این مشهوره که عشق را عشق دیگری میبرد. معمولا هم این توصیه رو میکنن بزرگان. جوانیست، حالا ما خیلی ساده بگیم، جوانیست عاشق دختری شده است، به هر شکلی به او نرسیده است، این داره هلاک میشه. گفتند آنهایی که جن یک عشق دیگر میتواند فقط او را از عشق قبلی دل سرد کند، عشق دیگری لازم است. فخرالدین اسعد گوگانی در آن شعر بسیار زیبایش این رو خیلی شعر داده و من دیگر وقت نیست که شعرهاشو بخونم، بسیار زیبا اینها رو بیان کرده که عشق میتواند عشق دیگر رو ببرد. یعنی کسی که عاشق کسی شد حتی در عشقهایی که ظاهری و صوری هست، این عشق از او دست بر نخواهد داشت مگر اینکه عشق دیگری رو او در خود به وجود بیاورد. این عشق است که عشق رو از بین میبرد و محبت است که محبت رو از بین میبرد. عشق توسط هیچ خصومتی از بین نمیرود. هر چیزی با جنس خود برابری میکند و هم جنس خود رو جذب میکند. و اگر کسی بخواهد از یک عشق نافرجام رهایی یابد بایستی به عشق دیگری که البته ممکن اون هم نافرجام باشد، خب عشق دیگر و عشق دیگر که در حقیقت چیزی رو که انسان به او محبت دارد باید با محبت او رو از دل او جدا کرد. و اتفاقا به خاطر همین است روش پیغمبر ما هم همین بوده است، روش محبت بوده، روش عشق بوده است. چون که لو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک، ای رسول اگر تو فز قلیز القلب بودی، خشن بودی و قلبت قلیز بود و رقیق نبود، لنفزو من حولک، این همه آدم به چیه تو عاشقن که بیان این همه عاشقان در کنار تو باشن؟ تو انقدر مهربان بودی بر اینها که این مهر و عشق رو بر اینها ارزانی داشتی و این مردم به خاطر عشق به تو ایمان آوردن و به خاطر عشق هست که هزار سال، هزار و چندین سال بعد از مرگ تو هنوز عاشقان فراوانی در این وادی داری. این عشق هست که میتواند در اینجا راه گشایی کنه.
دیو از آن لوتی که مرده هی شود تا نیاش آمد مسلمان کی شود دیو بر دنیاست عاشق کور و کر عشق را عشقی دیگر برد مگر چون دیو بر دنیا عاشقه بایستی او را عاشق خدا کرد تا بتواند از این دنیایی که عاشق است از آن دل بکند از نهان خانه یقین چون میچشد اندک اندک رخت عشق آنجا کشد خب کم کم وقتی که از نهان خانه یقین الهی از خانه یقین اندکی نوشید و آن لوت رو آشامید در این صورت به رخت عشقش رو به آنجا خواهد کشید و کم کم عشقش از اینجا زایل خواهد شد و به آنجا پرورده خواهد شد مؤمن هم باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد ولی حقیقت اینه که هیچ کافری از ایمان ما حسرت نمی خورد و من خودم را عرض می کنم چنان مؤمنی نیستیم که کافران حسرت بخورند اما اصل ایمان آن است که کافر از این که آن ایمان را ندارد حسرت بخورد حکایت آن گبر که بر ایمان سلطان العارفین بایزید حسرت می خورد ولی طاقت آن نمی آورد و ایمان دیگران را خود در حساب نمی داشت که آن را جسم بی جان می دید یک گبر بوده یک زرتشتی بوده بهش میرن میگن که در زمان بایزید یک زرتشتی بود بهش میگن بیا خب اسلام بیاور چرا اسلام نمی آوری؟ گفت والا من نمیدونم کدوم اسلام رو شما میگید اگر اسلام همان اسلامی است که بایزید بسطامی دارد من طاقتش رو ندارم او داره هر چیز داره به دیگران میدهد و شبانه روز در عبودیت و در حقیقت مناهل عشق و عرفان میچرخد من اونجا طاقته اما اگر اسلام آنیست که شما دارید این اصلا اسلام نیست که من این رو اصلا اسلام شما رو قبول ندارم از بیخوبون و اگر اسلام شما از هیچ علاقه ای ندارم که داشته باشم اسلام شما چنگی به دل نمیزند اما اگر اسلام بایزید است اونو طاقتش رو نمی آورم اسلام شما رو هم دوست نمی دارم قصه اینه بود گبری در زمان بایزید گفت او را یک مسلمان سعید که چه باشد گر تو اسلام آوری اینجا ایمان گفته بذارم اسلام بهتره که چه باشد گر تو اسلام آوری تا بیابی صد نجات و سروری گفت ایمان اگر هستی مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید من ندارم طاقت آن تاب آن کان فزون آمد ز کوشش های جان اگر عشق آن است اگر ایمان و اسلام آن است من طاقت و تاب اون رو ندارم کان فزون آمد ز کوشش های جان دارم ایمان کانز ایمان ها بر است بس لطیف و با فروغ و با فر است میگه خب منم ایمان دارم دیگه من خودم ایمان به خدا دارم و با فرم هست باز ایمان کان چو ایمان شماست نه بدان میل استم و نه مشتهاست میگوید اگر ایمان هم ایمان شماست نه میل دارم نه مشتهای من است مورد اشتها و مورد خواست من است آن که صد میلش سوی ایمان بود چون شما را دید آن فاتر شود کسی که خیلی بخواهد مؤمن شود مسلمان شود وقتی آمد شما رو دید از آن فاتر شود از اون دور میشه وقتی شما میگه مسلمانی این است گر مسلمانی از این است که حافظ دارد اونم گفت دیگه این چه مسلمانی است که ما داریم کسی عاشق اسلام می شود می آید در میان ما مسلمان ها رو می بیند که بیشتر از همه دروغ می گوید بیشتر از همه غیبت می کند بیشتر از همه حق دیگران رو می خورد بدترین کارهایی که هیچ ملیتی هیچ مسیحی انجام نمی دهد این مسلمان ما انجام می دهد این چه اسلامی است چه ایمانی است چه چنگی به دل انسان می زند که بیاید مسلمان شود زن که نامی باشد و معنیش نیم اسمش خیلی زیباست اسلام تسلیم شدن در برابر خداوند چون بیابان را مفازه گفتنی میدونید که عرب بیابان رو مفازه میبره مفازه از فوز است فوز یعنی رستگاری
بیابانی که انسان از اونجا سالم بیرون نیاید و حتما در آنجا به هلاکت برسد مفازه گفتند. مفازه یعنی معنی غلط و برعکس رو میگن. ما داریم دیگه، مثلا زلفلی به چه کسی میگویند و چراغلی به چه کسی میگویند، ما داریم در اصطلاحاتمون، در ترکی هم اینا رو داریم. حال این که اینها هم مثلا قصر یعنی کوتاه، یک ساختمانی که خیلی بزرگ بلند باشه بهش میگن قصر، در حالی که باید مثلا یک معنی دیگری، یعنی خلاف او رو معنی میکنن. و البته این یک شرایط هست که میتواند بسیار انسان رو از لحاظ بلاغت خیلی رسا هم هست. یکی مثلا خیلی جاهل است، به او بگوین فلانی عالم است، این از نظر بلاغت برتر از آن است که به او بگوییم جاهل است. وقتی که میگوییم عالم است، یک پارادوکس ایجاد میشود و این میزان بلاغت او رو بالاتر میبرد. مفازه هم چنینه. مفازه یعنی جایی که فوق به آنجا انسان به فوز و رستگاری میرسد، در حالی که این چه رستگاری است؟ اونجا هلاکت است. اما میگوید همچنان است، میگه شما اسلام رو همینجوری کردید. اسلام هو تسلیم و تسلیم هو یقین. اسلام همان تسلیم است، تسلیم شدن در برابر خدا. ما در برابر پول و ثروت و مقام تسلیم شده ایم، نه در برابر خدا. کاملا عکس اسلام و عکس آن معدای اصلی که اسلام دارد عمل کردیم. گر کسی را از خدا احسان شود، از دل و جان عاشق ایمان شود. چون به ایمان شما او بنگرد، عشق او زاورد ایمان بفسرد. او عاشق است، وقتی که میاد ایمان شما رو نگاه میکنه میگه اگه ایمان این است که من نمیخواهم، این ایمان به درد خود شما میخورد. تمثیل آوردن گبر جهت ایمان مقلدان که طالبان را از ایمان آوردن معنی میکند و الیه اشار المولوی قدس سره. یک قصه دیگری در اینجا میگوید. این قصه این است که یک مؤذن بود در بلاد کفر، در جایی که غالبا مسلمان نبودن، غالبا مسیحیان بودند، اذان میگفت. کسی بود که اذان میگفت، این صدای کریهی داشت، بسیار زشت بود صداش، و این اذان میگفت. ای گفتن که تو رو خدا اذان نگو. گفت نه، من وظیفمه، من وظیفه شرعیمه، مگر پیغمبر دستور نداده همیشه اذان بگویید؟ من هم اذان میگویم. و روزی که این هی اذان میگفت، روزی دیدن یکی از این بزرگان و حاکم این شهر آمد، یک لباس بسیار زیبا و چندین هدیه رو دستش است. آمد گفت که، گفتن اینجا چه میکنی؟ گفت من آمدم که آن مؤذنی که هست، من آمدم این رو هدیه بدم به او. گفتن که آخه تو چه به این، شاید قصد جانش رو کرده ای، شاید اتفاقی است. گفت نه، اون واقعا کار بزرگی کرده است. گفتن مؤذن فلان جاست. رفت و گفت دستت درد نکنه، دختر من کم کم به اسلام مایل شده بود، وقتی صدای نکره تو رو شنید گفت این چیست؟ خواهرش به او گفت که این صدای اذان مسلمان هاست، این اسلام در نظر او فسرد و از اسلام بدش اومد و من این رو آوردم که تو کاری کردی که دختر من از دین اصلیش بیرون نرود. قصه ما همین است. این امر به معروف هایی که ما میکنیم، نهی از منکر هایی که میکنیم، سخنانی که میگوییم، دفاع های بسیار بدی که از اسلام عزیز میکنیم، باعث میشود که حقیقتا مردم، حتی مسلمانان، متنفر شوند از این چیزی که ما میگوییم. اسلام دین محبت است، اسلام دین عشق است. اگر اون رو با خشونت بیامیزی، البته دارندگان آن همه با نفرت از آن دور خواهند شد. یک مؤذن داشت بس آواز بد، من دیگه اینها رو توضیح نمیدم، در میان کافرستان بانگ زد. اومد از آن گفت، چند گفتندش مگو بانگ نماز، که شود جنگ و عداوت ها دراز. میگه گفتن بابا اینقدر نماز برای نماز دعوت نکن، ممکنه که جنگ بشه، چون اینا اکثریت مسیحی هن، میان به هر حال ما رو میزنن میکشن.
گوش نکرد، او ستیزه کرد و پس بی احتراز گفت در کافرستان بانگ نماز. گفت من اینو خواهم گفت، من آدم خیلی مهمی هستم و من حتما باید این حرف، این کار رو انجام بدهم. خب در حقیقت با جهل خود میخواست که اسلام رو تبلیغ بکنه دیگه. خلق خائف شد ز فتنه عامه ای، خود بیامد کافری با جامعه ای. اینا میترسن که این مسیحا بریزن، چون مقارن جنگ های صلیبی بوده است دیگه. میدانید که جنگ های صلیبی حدود 700 سال الی 900 سال، 700 سال به طور عام و 900 سال رو گرفتند، از کوچک تا جوان، حتی حیواناتشون رو کشتند، حیوانات مسلمان ها رو مسیحیان متمدن ما کشتند در همین بیت المقدس. وقتی صلاح الدین ایوبی رفت دوباره همانها را گرفت، به اینها گفت که هیچ کس رو نکشید، با هیچ کس کاری نداشته باشید، اینها محترمند و جان و عرض و ناموسشان محترم است. و قصه های طولانی دارد، نهایتا من نمیخوام به حاشیه بروم. این که یعنی میخواهم این جو رو شما بدانید که این در چه جوی مولانا، در زمان مولانا هم اینها بوده است و در زمان این مولانا این جنگ ها در قسمت های از اروپای فعلی و در قسمت های دیگر بوده است. پرس پرسان که این مؤذن کو کجاست؟ خب دیدن که کافری با جامعی با لباسی آمده است. پرس پرسان که این مؤذن کو کجاست که صلا و بانگ او راحت فضاست. این خیلی بد میگه، میگه این راحت فضاست، این خیلی صدای خوبیه، من اینو پیداش بکنم. هین چه راحت بود زن آواز زشت که فتاد آواز او اندر کنشت. در کنشت در کلیسا آواز او افتاد و این آواز خیلی خوبی بود. دختری دارم لطیف و بس سنی، سنی یعنی بزرگوار، انسان بزرگ. آرزو می بود او را مؤمنی، او میخواست که بیاد مسلم بشه، اسلام بیاورد. هیچ چین سودا نمی رفت از سرش، پندها دادند چندین کافرش. هی کافران اومدن گفتن بابا ول کن، این چه کاریه، چرا میخوای مسلمان بشی؟ هیچ چاره می ندانستم در آن، تا فرو خواند این مؤذن آن اذان. من مونده بودم دست دخترم که میخواست مسلمان بشه تا زمانی که آن مؤذن شما اذان گفت. گفت دختر چیست این آواز زشت که چنین نشنیدم اندر کنشت. در کلیساها با نوای کر و اینها حتما شنیده اید، با اون نواهای خوش و زیبا میخوانند. خب این هم با این صدای ان انکر الاصوات لصوت الحمیر میاد و چکار میکنه؟ با این صدای نکره داره اذان میگه. گفتن اذان گو باید خوش رو باشد و خوش صدا باشد، اگر برای این شخص ممکنه وجوبی داشته باشد، اما برای کسی که به قول من بدگل است و بد صدا است، برای او خواندن چه بهتر قرآن نخواند، بره یه چیزهای دیگری رو بخواند، چه بهتر که او به اسلام دعوت نکند، چون که یک عامل فرار است. خواهرش گفتا که این بانگ اذان هست اعلام و شعار مؤمنان. چون یقین گشتش رخ او زرد شد، از مسلمانی دل او سرد. باز رستم من ز تشویش و عذاب، دوش خوش خفتم در آن بی خوف خواب. میگه چند سال بود نمیتونستم بخوابم، دیشب دیگه راحت خوابیدم چون که اون مؤذن شما اذان گفت. راحتم این بود از آواز او، هدیه آوردم به شکران مرد کو. نشونش بدید من هدیه رو بهش بدم. هست ایمان شما زرق و مجاز، راه و زن همچون که آن بانگ نماز. آن کسی که بانگ نماز میزد حی علی الصلاه میگفت، چون صدایش زشت بود در آن صورت او اکاش این آواز رو نمیداد. هست ایمان شما زرق و مجاز، راه و زن همچون که آن بانگ نماز. لیک از ایمان و صدق بایزید، چند حسرت در دل و جانم رسید. آنگه گفت که ولی ایمان بایزید من رو همیشه وادار به حسرت می کند. آن که ایمان یافت رفتن در امان، کفرهای باقیان شد در گمان. آفتاب نیر ایمان شیخ، گو نماید رخ ز شرق جان شیخ. میگه آفتاب
نیر یعنی یا نیر اعظم یعنی آنچه که نور میدهد و نیر بزرگ همان خورشید است. میگوید بگویید که که از مشرق جان شیخ این آفتاب ایمان بردمد که بسیار زیباست و همه حسرت اون رو میخورند. قطره ای زیمانش در بحر رود، بحر اندر قطرش غرق شود. یک قطره از ایمان او اگر داخل دریا شود، هر قطره دریا میتواند که در آن بحر غرق میشود. یک ستاره در محمد رخ نمود، یک ستاره در محمد رخ نمود، تا فنا شد گوهر گبر و جهود.